آرزو می کنم که تا ساعت 8 همچنان بیننده برنامه خودتان یعنی دیدار صبح باشین. مهمان ارجمند ما جناب آقای عبدالنصیر رشتیار، رئیس نهاد حمایت از تولیدات افغانستان و یا هم تولیدات داخلی تشریف دارند و بیشتر صحبت می داشته باشیم پیرامون مشکلات و چالش هایی که صد رای ما و شما در تولیدات داخلی وجود دارد. صبحتان بخیر، بسیار خوش آمدید رشتیار صاحب. تشکر، سلامت باشین. صبح شما هم بخیر و صبح تمام عزیزان که می نکنون ما رو بینید هستن بخیر باشین. زنده و سلامت باشین. کسایی که در این عرصه کار و فعالیت دارن، منظورم تولید کننده های داخلی، با چه مشکلات مواجه هستن همکنون؟ خیلی خوب، تشکر از اینکه دعوت کردین تا باشه که ما صدای سکتور خصوصی را از طریق شما برنامه زیبای شما به گوش مسئولین برسانیم. خب در کل اگر یک ارزیابی بکنیم، مشکلات و چالش ها خیلی زیاد در افغانستان خصوصا در بخش سرمایه گذاری و صنعت موجود است و سه سکتور عمده که روزنه امید به خاطر توسعه و رشد اقتصادی در کشور هست و میتونه دو مزل بزرگ اجتماعی را که بس فقر و بیکاری از بین ببره، همو سکتور زراعت است، معدن است و سکتور صنعت است که این سه سکتور میتونه رفاه و سعادت به مردم افغانستان به بار بیاره و میتونه که در صورت که از طرف حکومت حمایت شوه مشکلات اجتماعی ما کم و بس بیکاری تور از بین ببره و بتانه ما را از وابستگی های کشورهای بیرونی نجات بده. خب شما شاید از این هستین که بعد از سال 2010 به این طرف در کاهشی که در کمک های جامعه جهانی رونما شده و یا رونما گریده در حدود 46% کمک ها داره کاهش پیدا کرده و این روند داره جریان پیدا میکنه و ما شاید از این خواد بودیم که مطلق این کمک ها بند شوه و یا قطع شوه. بنابراین اینجا نیاز است که ما حداقل از خود چیزی داشته باشیم تا بتانیم که مو مشکلات خود حل بکنیم و مو تامین بودجه عادی و انکشافی خود از منابع و یا از عواید داخلی خود داشته باشیم. اینجا نیاز است که حکومت بیشتر توجه بکنه و بحث تولید در افغانستان جدی بگیره، چون مسیری که میتونه تمام این مشکلات که قبلا اشاره کردم رفع بکنه یعنی بحث صنعتی شدن افغانستان است، بحث مکانیزه شدن زراعت افغانستان است، بحث استخراج معدن افغانستان است که چون اینمی منابع یا منابع عایداتی بر کشور و مردم افغانستان است، این موضوع را باید جدی بگیرن. ببینین تماما کشورها در دنیا وقتی که از یک مرحله بسیار بد شروع کردن و تا این دم رسیدن، به طور مثال کشور جرمنی یا آلمان شما ببینین و کشور ژاپن ببینین، که کشورهایی که بعد از جنگ جهانی دوم به خاکستر مبدل گشتن و چطور تونستن امروز در بس اقتصاد حرف اول بزنن و محصولاتشان در تمام دنیا یک برند خیلی با اعتبار و یک مشهور باشند، اینا کارهای ابتدایی را از ابتدا شروع کردن و حکومت بر ازنا یک رادار ساخت، مثل که در میادین هوایی شما دیده باشین که وقتی که طیاره میخوای از یک مسیر به مسیر دیگه بره توسط رادار اونا هدایت میشن که اونا یک رادار داشتن، حکومت هدایت کرد که سرمایه ها در کدام بخش ها سرمایه گذاری شود و زمینه و سهولت و تسهیلات برشان مهیا ساخت. یعنی همکاری حکومت با سکتور خصوصی بوده بدون شک، ولی متاسفانه که ما از کشورهای چون ژاپن که در عین زمان آزادی خود را یک جا به دست آوردیم، ما نتونستیم الگو بگیریم و این در حالی است که کمک ها کاهش پیدا کرده و به اساس گفته های شما روزی خود رسید که کمک ها کلا قطع میشه، ولی حکومت هیچ نوع همکاری را تا حالا جدی نگرفته و همکاری نداشته با سکتور خصوصی دیگه. بدون شک، من هدف ما از مثال زدن ژاپن و آلمانی بود که حکومت برشان یک رادار ساخت و سرمایه گذاری ها مطابق به نیازمندی های روز و سرمایه گذاری های استراتژیک بالای صنعت صورت گرفت که همکاری است. بدون شک اینجا در پلویزی که حکومت تونست نقش اساسی خود در قسمت رشد اقتصاد و رفتن کشورشان به طرف صنعتی شدن به شکل خوبیش ایفا کرد، مردم این کشورها هم
تا اندازه زیاد تا نیستن که دست سرمایه گذارهای خود بگیرن و سنت نوپای خود بیاری و همکاری بکنن، که زمانی که شما تولید داشته باشین، زمانی که بین در بخش مختلف سرمایه گذاری صورت بگیره و زمانی که مشتری نداشته باشه بازم پیش نمیره، چون یک مثلثی وجود داره که مردم، حکومت و ده و خود تولید کننده. این سه زل میتونه که دست به دست هم بته و یک انقلاب صنعتی را به بار بیاره. یعنی به این منظور دولت اونمو سولت ها و تسهیلات و اونم کارهای خانگی خود به درستی انجام بده که عوامل تولیده برای تولید کننده ها زمین سازی بکنه که برق هست، امنیت هست، نیروی کار است و زمین و بعض مسائل دیگه. کار حکومت کسی باید بکنه. مردم وظیفه شی است که مردم برن استفاده بکنن از آن چیزی که در کشور خودشان تولید میشه. اگرچه در ابتدا شما اگر ژاپن و یا کشورهای بزرگ صنعتی را ببینین، اینا زمانی که در ابتدا شروع کردن به تولید، آنچنان که در روز زمان تولید میکردن و آنچنان که امروز دارن تولید میکنن، زمین آسمان فرق میکنه. ولیکن اونمو حس مردم، اونمو حس وطن پرستانه مردم، اونمو حس که با وطن و مردمشان عشق داشتن و علاقه داشتن، رفتن از زمان چیزی که خراب بودن، حتی بیکیفیت بودن استفاده کردن. که متاسفانه حس در وجود ما وجود مثلا نداره. در ژاپن، به خیلی مدت زمان طولانی اینا مرزهای خود را به واردات بسته کرده بودند. هر آن چیزی که در ژاپن تولید میشد مردم ژاپن میرفتن از او استفاده میکردن. مثلا یک زمان گفتن که در مارکت ژاپن یا در بازار ژاپن تربوز خیلی سرخ و خوب و مزه‌دار و شیرین بود، لیکن ژاپنی ها میرفتن از اون تربوزی که خودشان کشت کرده بودن، سفید بود، بیمزه بود، از اون استفاده میکردن، تا که امروز ژاپن به ژاپن رسید. بنان این وظیفه مردم است که هر آن چیزی که در داخل کشور خودشان تولید میشه برن از او استفاده بکنن. این چی خوبیه خدا، چی اهمیت خدا داره. مثلا شما زمان که از یک کارخانه چیزی را که تولید میکنه، شما جنسی را که تولید میکنه میرین میخرین، خب تقاضا برش بیشتر میشه. دقیقاً کارخانه یا فابریکا مجبور است که سطح تولید خود بلند ببره. زمانی که سطح تولید خود بلند ببره، نیروی بشری نیاز است. اونا مجبور هستند که کارمند بگیرن، استخدام بکنن. خود مردم به کار گماشته میشن. وقتی که مردم در کار شد، بدون شک رفاه به بار میه، اقتصاد خانواده خوب میشه، کسی دیگه ضرورت نداره که بره به صف مخالفین بره و کسی نیاز نداره که دست به جرایم جنایی بزنه. اینی کارایی هستن که مردم خودشون میتونه زمینه سازی بکنه. و زول آخرش که خود تولید کننده های ماستن، که تولید کننده های ما باید از روی دو نقطه تمرکز داشته باشن، تا بحث قیمت و کیفیت. تولید کننده های ما اگر میخواین که در مارکت جاویدان باشن و بتونن مارکت در اختیار خود داشته باشن، روی دو نقطه تمرکز داشته باشن که تولید چیزی را که تولید میکنن بتونن نیازمندی های داخلی را مرفوع بسازه و به صادرات هم پلان گذاری خود داشته باشن. روی کیفیت و قیمت به اندازه تاکید داشته باشن که سه عامل میتونه که صنعت و یا رشد اقتصادی را به بار بیاره. خب در بحث چالش ها که چه چالش های وجود داره اگر صحبت بکنیم شاید خیلی وقت بگیره، و یکی از مشکلات بسیار کلان و عمدی که متاسفانه صنعتکارای شما و یا فابریکات شما در افغانستان به او مواجه هستن، فقط به طور خلاص چند موضوع من خدمت شما یادآوری میکنم. اول بحث زمین. ببینیم چند روز قبل من به پارک های صنعتی شهر کابل رفتم، دیدن کردم پارک های پلچرخی. وضعیت ظاهری یک پارک و آنچه که تعریف ما از یک پارک داریم، که پارک میاریم منظورتان، بله بله، پارکی که به خاطر صنعت است، او پارک هدف چیست که جلب سرمایه گذاری ها را صورت بگیره، تمام سهولت ها را در خود داشته باشه، زیربناهای درست داشته باشه. شما برین در پارک هایتان، اونجا خب اصلا از زیربناها خبر نیست، مثلا برق منظم ندارن که اونا تولید بکنن. در جریان تولید که مواد خام مکس شده می باشه، برق میره، خود چوب در حالت پروسس است، اینجا تمام مواد خامشون از بین میره، برق منظم ندارن. اکثر فابریکات کلان شما که به میلیون ها دلار سرمایه گذاری شده، دولت امکانات زیر نداره که برای اونها برق بده. اونها با جنراتور تولید میکنن که بدون شک سر قیمت ها تاثیر خود داره و از سوی دیگه به محیط زیست و آب و هوا هم بدون شک آب و هوا هم آلوده میسازه. اونجا شما یک کلینیک را نمیبینین که حداقل در جریان کار خدای نخواسته اگر کارگر اونجا حادثه رخ میده یا مجروح میشه، به اسرع وقت به کلینیک برسه. سرکایی که شما میبینین اونجا اصلا قریز نیست، سرکای خام است، وقتی که موتورا میره باز هم تاثیر بده به بالای محیط زیست داره. جوچه ها بند است،
برق منظم نیست، بعض جاها کیبل ها را ببینین که برآمده، اگر بارندگی ویگا پاشه ممکن خطرات جدی را متوجه بسازه. دوم بس امنیت از دو ساعت شما میرین اونجا امنیت وجود نداره. ما شاهد هستیم که دوستا شکایت کردن که در کوچه و پس کوچه های پارک وقتی که کارگرا یا کارمندا بیرون میشن مورد تاخت و تاز جنایتکارا قرار میگیرن اونجا. خیلی از این مسائل گپایی که از اونجا. دوم موضوع دسترسی یا نبود دسترسی سرمایه گذاره و فابریکای شما به منابع مالی است. ببینید در تمام دنیا بانک های انکشاف صنعت موجود است، بانک های زراعتی موجود است که زمانی که اینا بخواین رقابت بکنن و یا تکنولوژی جدید را بیارن اینا نیاز دارن به پول، پول قرضه بگیرن و دوباره اینا تکنولوژی جدید بیارن و یا اونمو صد تولید خود بلند ببرن و یا مطابق روز اونا تولید بکنن. چون یک زمان که سرمایه گذار شما تمام زندگی خود میره سرمایه گذاری میکنه، خب تکنولوژی روز به روز جدید شده میره، هر قدر که ما با تکنولوژی جدید تولید بکنه به مو اندازه زایات کم میشه و به مو اندازه ما میتونیم با کالاهای بیرونی رقابت بکنیم. اینا نیاز به منابع پولی دارن که متاسفانه در افغانستان بانکای خصوصی و یا بانک های دولتی که است چنان یک شرایط سخت دارن و چنان شرایط دارن که اصلا یک صنعتکار شما و یک تجار شما اصلا جرات نمیکنه که بر از اونجا قرضه بگیره، چون نیکی خود طویل المدت نیست و تکتانه و یا سودی که بالای زو وضع کردن یک سود خیلی کلان است که کمر صنعتکار شما را یا سرمایه گذار شما را مشکنانه. دوم بس فساد اداری است که فساد نه تنهایی که در بخش صنعت و سرمایه گذاری مشکلات را به بار آورده، بلکه در تمام سطوح در تمام بخش های از کشور فقان مردم با آسمان کشیده. تنها بحثی که در گمرکات وجود داره و ما شاید از هستیم، مثلا یک سرمایه گذار شما به مواد خام نیاز داره کوره بیاره، شما برین وقت زمانی که اینا در گمرک میرسن ببینین که برشان چی چالش خلق میکنه. ممیل از شاید هستیم که یک سال میشه که یک صنعتکار شما به خاطر فابریکی خود مواد خام آورده، یک سال شده که در گمرکات در جلال آباد اونا متوقف هستن یا توقیف هستن، که دلیل چی است، قانونی است یا غیر قانونی است او را ما نمیفهمیم. هدف ما چی است؟ ما میگیم بین اینمی سیستم اصلاح بکنیم، اینمی سیستم تجارت خود قانونمند بسازیم، گمرکات خود قانونمند بسازیم. خب اصلاح اگر سیستم قانونمند ساختن گمرکات و در کل چالش ها را به فرصت ها مبدل نبودن از توان حکومت است یا نه؟ اگر است چرا تا حال همکاری صورت نگرفته؟ بسیار کوتاه. بدون شک حکومتی توانا داره، بدون شک اگر امی افراد و اشخاص شایسته را نه به اساس قومیت نه به اساس مذهب نه به اساس سمت اینا تعیین و توظیف بکنن و کسایی که به وطن تعهد دارن و کسایی که میخواین افغانستان از ذات یک حالت فقر و بیچارگی که ما 75% مردم افغانستان زیر خط فقر داره زندگی میکنه که نه نمیدونند حداقل در 3 وقت یک وقت نان درست بخورن از این وضعیت برای بنا نیاز است که اینجا بهترین ها و کسایی که استعداد داره ولو از هر قوم و از هر تبار که باشه اگر بتونن تمام حکومت افغانستان اداره بکنن این قابل قبول مردم افغانستان است. دیگر به نام سمت و مذهب و قوم ایگپا نمیتونن که بالای گردهای مردم اینا حکومت بکنن. بگذارن کسایی که اهلیت و شایستگیش داره ولو که تماما یک اداره از یک قوم باشه ولیکن استعدادش داشته باشه مرحبا روش جانش، ولیکن اگر او نتونه کار بکنه درست و اگر او نتونه به مردم رفاه و سعادت به بار بیاره بنان بودن و یا نبودن از او اصلا نیاز نیست. امروز ما در یک وضعیت خیلی بد اقتصادی متاسفانه قرار داریم، ما شاهد فرار سرمایه از افغانستان هستیم و هیچ کس نیست که توجه صورت نگیره توجه بکنه. بدون شک یک مقدار کارهای بنیادی صورت گرفته، ما منکر از این نیستیم. خب اگر به مراحل اقتصادی افغانستان در 100 سال گذشته یک نظراندازی صورت بگیره و تا مرحله بازسازی که ما میایم بدون شک در این مدت 18 سال کارهای خوب صورت گرفته، ولیکن بسنده نیست. با امکانات و با منابع و یا کمک‌های جامعه جهانی که در افغانستان آمد این بسنده نیست، باید از کارهای خیلی زیاد صورت می‌گرفت. ما امروز حداقل ابو نیازمندی های اولی خود ما میتونستیم از تولیدات داخلی خود ما مرفوع بسازیم. امروز
صنعتکار شما، فابریکدار شما پیام میده که ما از افغانستان خیلی اشتباه کردیم که آمدیم سرمایه گذاری کردیم، هر کس که این فابریکه مرا به نصف قیمت میخره ما برش میتونم. این چی است؟ به خاطر اینکه به تنگ آمدن دیگه. این قدر فسادی که در ادارات موجود است، این قدر کارشکنی هایی که در ادارات موجود است، مردم بالاخره به سطور و مردم اصلا نیاز نداره که بین داخل افغانستان به یک وضعیت سرمایه گذاری کنه. شما یک سرمایه گذار، مثلا یک سرمایه گذار به ترکیه که میرن، در دو روز اقامه میگیرن، در دو روز بر از اونها تابعیت میده، در دو روز تمام امکانات در اختیار از اونها قرار میگیره. ولی که بین در افغانستان ببینین 18 سال تیر شد، امروز کارخانه دار شما در یک جای کرایه میره تولید میکنه، برشون زمین داده نمیشه. بله. مافیا تمام نهادهای اقتصادی را در چنگال خود گرفته و به کسی اجازه نمیده که بین سرمایه گذاری بکنن، در حالی که ما خیلی سرمایه های سرگردان داریم از خود افغانه ما، که اگر بر زینا سهولت و امکانات معیا شوه، تضمین مالی و جونی بر زینا داده شوه، شما باور بکنین یک سال فرصت داریم. ما در یک سال این وضعیت از افغانستان وضعیت اقتصادیش تغییر میکنه. بر چی داشته بسیار کوتاه پیامتان؟ فقط پیام به حکومت افغانستانی است که لطفاً بحث تولید در افغانستان، بحث سرمایه گذاری رو جدی بگیرین، نهادهای اقتصادی رو از چنگال مافیا بکشین و کار به اهل کار بسپارین تا افغانستان وضعیتش تغییر بکنه. این کمک‌های خارجی داره تمام میشه دیگه، کس به ما کمک نمیکنه، این خود ماستیم که باید از وضع اقتصادی خود رسیدگی بکنیم و جلب سرمایه گذاری ها صورت بگیره و نهادهای اقتصادی و نهادهایی که مرتبط به بخش سرمایه گذاری هستن اینا را از چنگال مافیا بکشن. به خیر و سلامت باشین جناب عبدالنصیر اشتیار، رئیس نهاد حمایت از تولیدات داخلی. خودمان. سپاسگزاریم از شما.